No, seriously, what is this place? This is heaven. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من امیرم، دانشجو 105 پزشکی. امروز میخوام بریم دانشگاه علوم پزشکی بوشهر رو نشونتون بدم به اتفاق دکتر فرزانی. دکتر فرزانی سلام بکن. دکتر فرزانی افتخار بده. ولی هوا خیلی گرمه، نمیتونم بیرون باشم توضیح بدم که اینجا کجاست و چجوریه اینا. حالا بوشهر به شدت شرجی و گرمه، در نتیجه باید یه فکر دیگه به حالش کنیم. حالا فعلا بریم فیزیو رو بگیریم. نشد متاسفانه، ببخشید. چون هوای بوشهر یه جوریه که تو تابستون سایه و آفتابش واقعا فرقی نداره، ولی به جاش از این بالا بهتون توضیح میدم. خب اونایی که بوشهر رو میشناسن میدونن که این فرودگاه بین‌المللی بوشهر که کنارش هم پایگاه هوایی اومده، بوشهر رو به دو تا قسمت تقسیم کرده که یه قسمتش بهش میگن بهمنی، اون قسمتش بهش میگن شهر. خوابگاه ما الان تو شهره، ولی پردیس و سایت اصلی دانشگاه تو بهمنیه. این سایت پردیس دانشگاه است، اینم تو ساختمان حراسته. حراست دانشگاهمون خیلی ندیدن مثلا به پوشش دخترا و اینا گیر بده، حس میکنن از این نظر بهتر از بقیه دانشگاه هاست. اینجا دقیقا بعد از حراسته، یه فضای سبزی رو داریم که چمن و ایناش خیلی مرتب نیست و بهش نمیرسن. درختاش هم که اکثرا نخله. و این ساختمون هم که دیدیم که ساختمون یکی از تقریبا زمانی که ما اومدیم داشتن میساختنش، به ما که نرسید. حالا ایشالا سالای بعد بره برداریش و ازش استفاده کنن. این هم که دارید میبینید متاسفانه تو دانشگاه ما وجود داره. تو محیط پردیسمون با وجود اینکه خوابگاه دخترها اونجاست و خوابگاه پسرها هست و اینا، سگای ولگرد هستن تو دانشگاه. تو وسط این فضای سبز هم کافه دانشگاه داریم که سال 99 اینا تقریبا راه افتاد. بعد خیلی جلوش اون موقع که الان تابستونه که دانشجو نیست، موقع که دانشجو بود و قبل از کرونا جلوش نیمکت بود، صندلی بود، بچه ها میرفتن چیز سفارش میدادن، کافی و چای و اینا سفارش میدادن، بعد میومدیم جلوش مینشستیم میخوریم، خیلی اوکی واقعا. بعد از اون فضا که تقریبا رد شیم و نزدیک ساختمان دانشگاه شیم، اینی که این وسط ساختمان مرکزی دانشگاه است که میریم توش بهتون توضیح میدم چه شکلی و چیا داره و اینا. سمت چپش سلف و کتابخونه مرکزیه، سمت راستش هم که یه ساختمان هست که ما یه بار بیشتر توش نرفتیم، ساختمان آزمایشگاه پسمان. دانشگاه چیه؟ آزمایشگاه خاک و پسمان. این ساختمان مرکزی دانشگاه است. طبقه همکفش دفتر معاونت‌های دانشگاه، طبقه‌های بالاترش کلاس‌های نمی‌دونم عمومی و اینا برگزار می‌شد، بعد سالن کامپیوتر داره، بعد آزمایشگاه ویروس و قارچ و انگل و اینا هم اینجاست، حشره و اینا آزمایشگاهشون طبقه بالای همین ساختمونه، بعد کلاس‌های عمومی و کلا اینجا بیشتر کلاس‌های بچه‌های پیراپزشکی برگزار می‌شد. کلاس‌های ما که می‌اومدیم اینجا غیر از کلاس‌های عملیمون، یه دو سه تا کلاس عمومی هم اومدیم. یکی از کلاس های این ساختمون اصلا کلاس زبانمون توی سالن کامپیوتر همین ساختمون مرکزی برگزار می شد. به شکل مستطیلی داره که وسطش آب نما اینا هست. این هم نمایی که طبق اولش داره، این طبق بالترش من نرفتم چون واقعا بالا رفتن از پله تو می گرم خودش تنبل خودتونه، واقعا هوا گرم بود. این زل این ولی که نمیدونم میشه جنوبی شرقی غربی، نمیدونم کجاش میشه، مستقیم میخوره به مجموعه کلاسای اندیشه، جایی که کلاسای بچهای پزشکی اینجا برگزار میشد، کلاسای اختصاصیشون اینا تو زمان علوم پایه. دو سمتش که آمفی‌تئاتر کلاسای بچهای پزشکی برگزار میشد چون تعداد بچه پزشکی نمونن از همه رشته بیشتره. بعد یک کلاس‌هاش هم کلان مجموعه کلاس دیگه، توش پر از کلاس و دوتا آمفی‌تئاتر داری که مال بچه پزشکیه. بقیه کلاس‌هاش هم کلاس بچه کیرا برگزار میشد، کلاس عمومی خود کلان دانشگاه بچه پزشکی و پزشکی نداری عمومی دیگه، کلان کلاس عمومی هم اینجا برگزار میشد که ما رفتیم دیدیم. واقعا خاطره اون سال ترم 5 شد، سال 99 قبل از کرونا ما یه ترم بیشتر اینجا نبودیم. مدهی کلاس همون دانشگاه شهر بود که حالا اصف میرم نشونتون میرم. این همکف مجموع کلاس اندیشه، اگه دانشجو بوشهر شید احتمالا بیشترین جایی که رفت آمد خواهید داشت اینجاست. اینا هم که آوردن جدیدن کولر و اسپریت های جدیده که تحلیل اینجا طبیعش همیشه خوب بوده، نمیدونم اینا برای چی آوردن، شاید خراب شده چیزی اینا.
اختیارش رو خیلی این دو طرف چیز بود که دو طرف اندیشه بود که آمفی‌تئاتر بود. آمفی‌تئاتر این شکلی بود، بچه پزشکی کلاسشون این شکلی بود، ویدیو پروژکتور داشت و نداشت بخیر. آره این اندیشه است. طبقه بالاش هم کلا کلاس دیگه، سالن دو سه تا سالن کامپیوتر داره، بعد یکی از سالناشو دو سه تا از اتاقاشو پارتیشن معنی کردم برای امتحانات مجازی که حضوری بود، یعنی مجازی حضوری می‌رفتیم اونجا امتحان مجازی می‌دادیم. کلاس‌های بالا هم این شکلیه دیگه، چیز خاصی نداره، صندلیای اوکی داره نسبتاً، صندلی‌هاش خوبه خودش. اینم که می‌بینید نمای جلو اندیشه است. این جاده‌ای که جلوشه می‌خوره به همون در ورودی دیگه. اینا هم که گفتم سرویس‌های دانشگاه. کنار اندیشه خوابگاه‌های پسرونه بچه‌های پیراپزشکی رو داریم که کنارش چند مصنوعیه. جلوش هم که سالن ورزشی. این قشنگ بچه‌های پیراپزشکی افتادن تو ظرف اثر. خوابگاهشون این شکلی، خوابگاهشون مثل خوابگاه ما نیست. خوابگاهشون اتاق سویت سویت نیست مثل خوابگاه ما. اینا که سالن ورزشی قسمت مورد علاقه ما. نمای بیرونی سالن ورزشی این شکلی. اون برش هم خوابگاه دختره. خیلی نزدیکه. که البته چون تابستونه بچه‌ها نیستن و بچه‌های پیرا نیستن اینا بسته بود. تو تابستون فقط بچه‌های خدازده پزشکی تو دانشگاه هستن. با سالهای آخر بعضی از رشته‌ها. کنار ساختمون مرکزیمون نمازخونه سایت پردیسه که تنها کاربردش نماز خوندن و عبادت و اینا نیست. دیگه مراسم مثلا شبای قدر رو هم هر مراسم مذهبی که میخواست برگزار کنه اینجا برگزار میشه تو دانشگاه. بعد تنها کاربردش هم این نیست، مثلا بین کلاس ها میتونید بیاید اینجا استراحت کنید بعد از نمازتون، یعنی نماز میخونید میتونید بیاید اینجا بعدش استراحت کنید. این ساختمون اون وقت که دیدید، حالا بعدا باز نشونتون میدم، خوابگاه دختراست. خوابگاه دخترای کلا، چه پیرا چه دندون چه پزشکی، خوابگاهشون کلا اونوره. اینم که مقبره شهدای گمناممونه، شهید گمنامونه، یکی که بیشتر نیست. اون پشت مشتم نمیدونم، یه سری ساختمونه که نمیدونم مال پرسنل، مال کیه، اتمنه مال پرسنل دیگه. دو طبقه است نماز خونمون، ولی نمیدونم طبقه دومش چجور میشه، رفتاره نرفتم، نمیدونم اصلا راه طبقه دومش کجاست. چیز خاصی نداره دیگه، اون وقت قسمت خواهرانه، اینجا هم قسمت برادران. این ورودی قسمت خواهرانشه، اینجا پشت ستونه. این خوابگاه دختر هست که گفتم، اونم اتمنه بچه های پزشکی هم که دارن دیگه. این هم که اونجا دارید میبینید که اندیشه بود، این ساختمون مرکزیه. ما الان میخوام باز از ساختمون مرکزی رد شیم بریم سلف و کتابخونه مرکزی رو نشون میدم. این سمت راستمون سلف رو داریم، ساختمون سلفه. سمت چپمون ساختمون کتابخونه مرکزیه، کتابخونه اصلی دانشگاه که سالن تئاتر هم داریم. حالا بریم داخلش ببینیم چه شکلیه. نماش نمای خوبیه، حالا نسبتاً نوساز به نظر میرسه، حداقل نماش. اینم اون ساختمونیه که گفتم هنوز ساخته نشده، تموم نشده. گفتم از چند سال پیش دارم میسازنش، نمیدونم حالا پیشرفتش که خوب به نظر میرسه، نمیدونم کی بخوان ازش استفاده کنن، کی به بهره برداری برسه. اینم داخل کتابخونه مرکزی دانشگاهمونه، پر از کتاب، رفرنس های مختلف به همه رشته ها توش هست. یعنی فکر نکنم مثلا کتاب کم بیاد، اگه نخواهید کتاب بخرید میتونید بیاد از اینجا کتاباش استفاده کنید. همه رفرنس ها هست، کتاب کمک آموزشی نیست ولی رفرنس ها اکثرا هستن. بعد پارتیشن بندی دیگه، حالا کتابای بچه پرستاری جداست، کتابای نمیدونم همه رشته ها جداست، پزشکی، حالا پزشکی هم قسمت میخواستن، اینجا چشم پزشکی و ENT رو داریم رفرنس هاشون. چقدر کتاب آدم استرس میگیره. این دستگاه هم که اتوماسیون کتابخونه است که میشد مثلا باش کتاب بگیری و اینا مطالعه استفاده نکنه. طبق اولش هم که سالن مطالعه است. این هم بچه های 98 هم که امتحان داشتن امروز، داشتن درس خونه، اونم پایان‌نامه بچه های یک بار با تحصیله. این هم که طبقه دومشه که با سالن مطالعه است. تابستون دیگه کسی نیست که بخواد بیاد درس خونه، باید از بچه های پزشکی. سالن مطالعه، میز مطالعه به تعداد کافی داره،
کلا یعنی کم نمیاد، نگرانی نمیشین اونقدر بچه درس خون نداره. این سلف دانشگاه سلف پردیسه، سالن غذاخوریشه که طبقه اولش برای خانم هاست، طبقه دومش برای آقایونه. اینجوری بود که میمدیم اینجا این سینی ها رو برمیداشتیم، سینی های پلاستیکی ها رو، بعد از این پشت کلان همیشه اینجا یه صف بود، بعد از این پشت میرفتیم داخل، غذا میکشیدن برامون، بعد میومدیم بیرون، روی این میز و صندلی هامون هم این شکلی بود دیگه، همقدر ابتدایی و ساده و اینا. این هم اون کافه دانشگاه همونه که خیلی خاطر داریم باش. بعد کافه هم دست بچه خودمون بود، یعنی کسی که توش کار میکرد از بچه خودمون بود، خیلی شکل خوشگلی هم داشت، یادش بخیر. جای خوبی هم بود میدونید، وسط اون فضای سبز و سایه و اینا همیشه بود اونجا. این دانشگاه پردیسمون بود، ساختمون مرکزی اینجا بود، نمازخونه بود، مقبره شهید گمنام بود، اندیشه بود، مجموعه کلاس های اندیشه بود، خوابگاه ها بودن، خوابگاه های بچه های پیرا و دخترای دندون پزشکی و پیرا، با دانشکده های کل دانشگاه به جز پزشکی و دندون. دانشکده پزشکی و دندون توی شهر، توی قسمت دیگه از دانشگاه که الان میخوام بریم اونو ببینیم. اینم دانشکده دندون پزشکی و اثر چیزه دیگه که نشونت میدم. اون پشت هم که آجر قهوه‌ای داره، نمای قهوه‌ای داره که حراست ساختمان های دانشگاه شهر اکثرا همین شکلی هم. یه طبقه دو طبقه هستن، بعد قدیمی تر هم هستن و مثلا چیزای اداری بیشتر. اول دانشگاه ساختمان اداریه، مثلا امور مالی و حراست و این داستان های اینجاست. این هم که اون ورده چیز میبینید یه سالان اجتماعات نسبتا کوچیکه. این هم که مدیریت حراست بود. با دانشگاه شهرمون یه سری مجموعه کلاس ها داریم، اسمش مجموعه طبیبه، کلاس طبیب بهش میدیم که درش قاعدتا تابستون و بسته بود، روبروشی همچین نمایی داره. تا ترم 4 ما اونجا بودیم، از ترم 5 بود که دیگه کلاسمون رفت تو آمفی‌تئاتر دانشگاه بهمنی. کنارش هم که نمازخونمونه، کنارش با ساختمون استعداد درخشان رو داریم و هسته گزینشی و این داستان ها. روبروش هم که باز سالن ورزشی رو داریم، مجموعه ورزشی قدیره که آخر همین ویدیو میدم نشونتون میدم، این همونیه که گفتم استعداد درخشان و اینا. اینجا ساختمون پژوهشی و کلاس های عملی آناتومی اینجا داریم، سالن مولاژ و سالن کاداو رو اینجا داریم، بعد آزمایشگاه عملی باکتری رو اینجا داریم. اون ساختمون کنارش هم که ساختمون آموزشه که توش سالن میکروسکوپ رو دارین، آزمایشگاه عملی بیوشیمی رو دارین. طبقه بالاش هم که دیگه دفتر اساتید و دفتر رئیس دانشکده و معاون آموزشی پزشکی و دندون پزشکی و این هم سالن امتحانات فجره که چیز خاصی نداره دیگه، یه سالن بزرگه که صندلی چیدن، هیچی جز صندلی نداره، سکس داشته هم داره. اون آخر هم که کلینیک بچه های دندونه، نمای بیرونش اینه. کاش باز بود که برم توش نشونتون بدم، ولی خب متاسفانه تابستونم رو بسته بود. حالا دندون یه خوبی که داره اینه که تابستونم دارن و تابستونشون تعطیل و باز آخرش مسکونیه. نمیدونم فکرم اساتید و چند تا از اساتیدمون اونجا زندگی کنن. این هم که سالن بهشتیه که گفتم، یه سالن اجتماعاته که مثلا بعضی از جشنهای فارغ التحصیلی و اینا اینجا برگزار میشه. دو تا سالن بدنسازی مجزا داره که یک این قدیمی است، دستگاه پرسپا داره، سیمکش داره، میزا رو داره، زیربغل رو داره. این ولی این سالن جدیدمونه که تردمیل داره، دوچرخه داره اینجا، با سیمکش هم داره، بقیه میزار هم داره. این سالن جدیدی وقتی ما اومدیم نبود، یکی دو سال نبود، بعدش راه اندازی شد با پیگیری بچه ها. این هم که اصل کاری گل سرسبد دانشگاه، سالن ورزشیش که بسکتبال نمیتونید توش بازی کنید، والیبال و فوتسال میشه. تور والیبال و بدمینتون هم که اینجاست، ولی خیلی گرمه. همیشه این چهار تا کولری که دور ورش دیدید اکثر اوقات خرابه، مخصوصا الان که تابستونه واقعا گرم. بعد یه چیزی که از باشگاه اهمیت داره، اونایی که اهل باشگاه میدونن، حمومای باشگاه است. حموم خیلی مهمه برای باشگاه. اینم حمومش، دیگه خودتون قضاوت کنید دیگه. آبش بعضی از روزا قطعه، ولی خب اگه آب داشته باشه آب گرم داره همیشه. اینم که میز پینگ پونگ، دو تا میز پینگ پونگ بیشتر نداریم. دارت هم هست، ولی دارت پشت سر من بود.
و تمام. این دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود، همین، همینقدر مختصر و کوچیک و جمع و جور. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید.